ایران باید تلاش برای کسب تسلیحات اتمی و حمایت از تروریسم را متوقف کند. شورای اروپا طی بیانیه نگرانی عمیق خود را در مورد خشونت‌های خیابانی و ضرب و شتم تظاهر کنندگان در ایران توسط رژیم آخوندی ابراز کرد. در این بیانیه آمده است این شورا وقایع اخیر در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ایران را مورد بررسی قرار داد و نگرانی عمیق خود را در مورد خشونت‌های خیابانی و برخورد شدید علیه تظاهر کنندگان ابراز نمود. ضروری است که خواست مردم ایران به طرق صلح‌آمیز و بر اساس آزادی بیان برآورده شود. بیانیه می‌افزاید شورا به پیگیری تحولات ادامه خواهد داد. این از اولویت‌ها برای اتحادیه اروپا می‌باشد که رژیم ایران در تماس با جامعه جهانی و در ورای همه مسائل در مورد برنامه هسته‌ای‌اش در ارتباط باشد. خبرگزاری فرانسه گزارش کرد وزرای خارجه اتحادیه اروپا در مورد سرکوب مخالفان تظاهر کننده شدیداً ابراز نگرانی نمودند و خواهان تحقیقات در مورد انتخابات ریاست جمهوری شدند. با این حال آنها در مورد نیاز به ادامه گفتگو با ایران در مورد برنامه جنجالی اتمی‌اش تاکید کردند. وزرا که در لوکزامبورگ دیدار می‌کنند گفتند نتیجه اعلام شده توسط کمیسیون انتخابات ایران همچنین باعث بروز نگرانی در مورد شیوه برگزاری انتخابات توسط چند تن از کاندیداهاست. آنها در همین بیانیه گفتند این موضوعی است که مقامات ایرانی باید به آن بپردازند و در مورد آن تحقیق کنند. آنها همچنین در مورد خشونت‌های خیابانی و استفاده از زور علیه تظاهرکنندگان صلح‌آمیز به شدت ابراز نگرانی کردند. هواداران مخالفان ایرانی یک تظاهرات اعتراضی را روز دوشنبه علیه انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد برگزار کردند. خامنه‌ای به سیستم ناظر بر انتخابات فرمان داده که به شکایات علیه احمدی نژاد از سوی نزدیکترین رقبای او از جمله میرحسین موسوی که انتخابات تقلب‌آمیز روز جمعه را نمایشی توصیف کرده بود رسیدگی کنند. موضع‌گیری اتحادیه اروپا بخشی از عکس‌العمل‌های رو به گسترش دیپلماتیک در مقابل سرکوب اعتراضات اپوزیسیون است. این امر همزمان با زیر سوال بردن اعتبار این انتخابات از سوی رهبران جهان می باشد. انتخاباتی که به احمدی نژاد ماجراجو امکان ماندن 4 سال دیگر بر روی قدرت را داده است. فرانک والتر اشتاینمایر اعمال نیروهای امنیتی را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد. دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا آنچرا که به نظر سرکوب خشونت‌آمیز دولتی علیه مردم ایران است محکوم کرد. میلیباند همزمان با ورود به لوکزامبورگ اظهار داشت نگرانی‌های جدی که در مورد عادلانه و آزاد بودن ماهیت و پروسه شمارش آرای انتخابات وجود دارد به وضوح نگرانی‌های جدی بسیاری از مردم ایران را برانگیخته است و اضافه نمود من معتقدم که مردم در کوتاه مدت به تمرکز روی آنچه که به نظر خشونت دولتی علیه آنها در تهران و سایر نقاط می باشد ادامه دهند. همزمان با تأکید بر نگرانی‌هایشان وزرای خارجه مشخصاً گفتند که آنها خواهان از سرگیری گفتگوها حول برنامه اتمی رژیم ایران می باشند. بیانیه آنها می افزاید گفتگو با ایران به عنوان اولویت کار